واکنش ها به نشست دوه فضل محمود فضلی رئیس اداره امور اشرف غنی احمدزی میگوید که جلسات گذشته سازمان ملل در برای افغانستان با بدبختی افغانستانی ها به پایان رسیده است. سلام بر شما وقت بخیر 21 فوریه 2024 میلادی و برابر با دوم هود سال 1402 هجری شمسی است. پس از نشست سازمان ملل متحد در دوهای قطر فضل محمود فضلی رئیس داری امور ریاست جمهوری در زمان اشرف غنی احمد زی اهمیت نشست را زیر سوال برده و گفته است که تأثیری بر افغانستان نداشته که هیچ بلکه در گذشته جلسات سازمان ملل متحد در مورد افغانستان باعث بدبختی مردم شده است آقای فضلی گفته است که همه نشست های گذشته سازمان ملل در بر افغانستان با بدبختی افغانستانی ها به پایان رسیده و امیدی به این جلسات نیست و اگر کسی امیدی داشته باشد نیز منطقی به نظر نمی رسد. آقای فضلی که چرهای بدنام و نزدیک به اشرفغنی احمدزای است در جوانی و با سن نکم به دلیل تعلقات قومی و نزدیکی با اشرفغنی احمدزای به سمتهای بلند منصوب شده بود و با اتهامات سنگین از جمله فساد اداری و فساد اخلاقی متهم بود. او در واکنش به نشست دوحه گفته است که سازمان های دولتی و غیر دولتی بیرونی نمی مشکل افغانستان را حل کند. این مقام بدنام حکومت اشرف غنی احمد زای گفته است که برای رهایی از استبداد کنونی لازم است که افراد ملی و تندوس بر اساس یک تفکر دست به دست هم دهند و سپس مستقلانه گروه حاکم را در افغانستان به چالش بکشند و علیه آن اقدام کنند. او که در گذشته با اتهام های سنگین فساد اخلاقی و اداری متهم بود حکومت طالبان را استبدادی خوانده و گفته است که این گروه افغانستانی ها را به گروگان گرفته و افغانستان را در انزوای بین قرار داده است این در حال است که شهروندان کشور عامل کنونی شرایط را اشرف خانی احمد زی و حلقات نزدیک به او از جمله فضل محمود فضلی میداند. در زمان حکومت اشرف غنی احمد زی حتی شهروندان کشور و چهره های سیاسی حکومت افغانستان را حکومت سه یا سه نفر نام نهاده بود. آقای فضلی که یکی از این سه نفر بود و در رأس قدرت اما به دلیل بی‌کفایتیشان وضعیت افغانستان به جایی کشیده شد که اکنون همه شاهدان هستند. او اکنون ما گفته است که سازمان ملل متحد و نشستهایش عامل بحران در افغانستان بوده و همه نشست را زیر سوال برده است. رئیس اداره امور اشرف احمد احمدزی گفته است که تمام جلسات دهه های گذشته سازمان ملل درباره افغانستان با بدبخت افغانستانی ها به پایان رسیده است و کسانی که به نشست این سازمان امیدوار هستند امیدوارهایشان منطقی نیست این در حالی است که آقای فضلی و برخی حلقات نزدیک به اشرف غنی به دلیل شیوه مدیریتشان به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند که ما قبلا نیز بدان اشاره کردم